این تابلو قدیم مبتذل جمعش کنی. ما همه شال و شنگولیم ماشالله، سرشونه رو میگه کنیم ماشالله. بله داری مورد رو میاریم، امیدوارم که موردی نباشیم. اونجا بیدر آمده باشیم. سابقه قبلی داره میشناسمش، خیلی هم فرق نمی کنه. اندازش تومار مغزی، عمل فوری. البته عمل فوری؟ دستکشن بسی آور تو سیدی پرونده داره؟ او تا دلت بخواه. چی شد؟ شما صدام کردین؟ کی؟ من؟ من که خواب بودم، شما صدام کردی؟ نه خیر آقا، من خوابیده بودم، اون وقت شما گفتین چیه؟ چیه؟ بله بله، دقیقاً همینطوریه. همینطوری گفتین. چیه؟ یعنی چی چیه؟ اصلا من اینجوری حرف نمیزنم آقا. خب شاید یه غریبه تو خوابتون اومده صداتون کرده، اون وقت شما اینجوری گفتین چیه؟ آقا غریبه تو خواب من چیکار میکنه آخه؟ تو خواب هر کی یه کار میکنه. مثلا تو خواب خود من هر از چند شبی یه دختر، البته نه غریبه ها، یه جورای آشنا، همچنین خوش قد و بالا، سن حدود 24-5 سال اینا، با یه شاخ گل تو دستش، متین و فریبا، با یه لباس حریر زرباف، با یه گل سر قرمز اینجا میاد توی عمارت قدیمی صدا میکنه، میبرتم کنار دریا رها میکنه. خونش یه ویلایه کنار دریاست. البته نخیال کنی که فکر بد داره خود نخواست، نه، میبرتم که ترخشکم کنه. دخترم نه مثل این پرستار مرستارهایی که اینجا هستن، نه، همچین خوب زیبا قشنگ، اصلا محشره از قشنگ. عجیبه، منم هر چند شب یه بار همین خواب میبینم، یه دختر زیبا انقل سر نداره میاد صدا میکنه میبره یه جای قصر توری، همون شمال فرمودین شما، همون ماجرای خوابای شماست و این همون متها به جای اون منو، من اونو ترو خوش میکنم. خب اینم یه جورشه، اینم میشه، اینم میشه، اینم میشه. نمیشه. وقت شعرم میخونه. کی؟ همون خانومه تو خوابتون. یه شعری مثل آرام آرام زندگی شیرین میشود، آروم میشود،
یه چیزی تو همین مایه ها. نه؟ نه؟ خب البته مهم نیست، همه خوابه که نباید شبیه هم باشن که. تو خواب بعضی ها شعر داره، تو خواب بعضی ها ترخوش داره، هم این میشه هم اون میشه، هم اون میشه هم این میشه. بای. سلام جوانای خوشتی، امشب حالتون چطور آقایون؟ عالی، فوق العاده. تو قرار شد بچه ها زودتر بیان کلید رو ببرن، یه امشب زود خلاص شیم خوبه. انشالله که خوب میشی. بله خوب هست. شما مشکل چیه؟ یه زاتوریه مختصر، چیزی نی خوب میشه. شما مشکلتون چیه؟ من؟ یه سنگ کلی ناچیز. از همینجا آجا بشین. کیفارش بزرگرم آوردم. امشب چه ریخته ای بشی؟ خانم پرستار، من بالا پایین زیاد داشتم تو زندگیم، درگیری، ماموریت، همه چی. آدم خیلی قوی هم هستم. تو این هوش و بیهوشی چیزایی شنیدم. راسته اوه، اونقدر بدتراش خوب شدن. خانم من اصلا قوی نیستم، ولی بهتره بدونم تمومه همه چی. اوه خدا بزرگه. حالا خب دیگه پسرهای خوبی باشیم، شیطونی نکنید تا دوباره برگردیم پیشتون. اینهو درمون جهنم میمونن این پرستارا. اینهو شکنجگراشون، هی میخوان با حرفاشون آدم آزار بدن، زج کش کن. دکترام که اینهو خود نکر منکر، هی آدم سوال جواب میکنن. اینجا چشه؟ چرا مغازه اونجا نبودی؟ چرا اینو خوردی؟ چرا اونو نخوردی؟ پرستارشون هم این توتی حرفای اونا رو تکرار میکنن. دایسکشن وسیع، امو سکشن گشاد، امو سکشن. به منم هی میگفتن اندستج موتور، انگار آدم تبلیغ موتوره. بعدم به هم میگفتن گولیوما، 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 انگار بچه توپل صدا میزنن. گوگولی گوگولی، گوگولی، گولی گولی، مگولی. یه زاتوریه شما میدونی خدا بزرگه یعنی چی؟ یعنی ذهنت صافه. میگم امروز چند شنبه است؟ نمیدونم، تعطیلی چیزی باز باشه. شلوغ بود. شبای تعطیل توی عمارت قدیمی ضیافتی برپاست، مرد و زن پیر و جوان همه کس اونجاست. دختری گل سر قرمز زده به زلفاش، میگیره شاخه به شاخه گلها رو تو دستاش. یعنی میگی بزن؟ من هیچی نمیگم. دختره میده شاخه یه گل با روی خوش به پیر مردا، میدن به مهمونا در دل جام معجون اعلا، مسما باف سنجون، نونه سنگک و تافتون، ضیافت پر ز مهمون، بساط شب چه میزون، آهای غمگین و خندون، بیاز خون بیرون، آهای غمگین و خندون، بیاز خون بیرون. بهش بگو ثبت نام کنه. نگران نباش، فوقش ماشین رو میفروشم.
بابا کار میکنه. همین امروز صبح دارم بچه ها رو براش کردم. آره میام صبح میام. شما بخوابید. اینا بریم چشونه مگه ماشین نشکشه. خب الان سوار نشین، فردا به زور سوارمون میکنن. سویچ بخوره باید بریم. نمیشد از این سویچ بوقیا برمیداشتی فشارش بدیم صداش در بیاد راحت پیداش کنی؟ اون وقت نگهبانه نمیگه این جن پریه کیه که اومده داره ماشینشون میبره؟ هی بهتر از اینه که بیلون سیلون لایه این ماشین رو دوباره اون ابو قرازه صاحب بی صاحب این سویچ به این سویچ میاد که مالی همچین ماشینی باشه. حالا سواری این سویچه راه هم میره. به هر حال یارو سواری رو کول نکرده تا اینجا. اونها شنوندگان عزیز، برنامه شبانگاهیمون رو از این ساعت آغاز میکنیم. سفر کنیم این نیمه شب در این شهر پرغوغا. این اولین ترانه یه که از من تو رادیو پخش شد سال 1343. کجا میرید؟ چی؟ کجا میرید؟ هر جا میخواییم. با یا معجون شروع کنیم تو میدون تاف برمیه تای ترور. شاید هم با یه همسفر زیبا رفتیم شمال توی ویران. سرعتتون غیر مجازه. با خیلی وقت غیر مجازی اصلا امشب غیر مجازه. سفر کنیم این نیمه شب در این شهر برقوبا. ایش و مستی رنج هستی هر گوشه ای برقا. به جون شما این یکی در ازل صاحبش یه نقاش بود که سرجم 7 روز باش بود. یکی تن کرد و دوماد شد، اون یکی پوشید و رستگار شد. حالا شما چی میخواید از این رخت؟ پول و پله یا تخت و بخت؟ میاد اینو تازه داماد. چی بکنی با این تیپ ایداد ویداد؟ خواستین ردش کنید؟ خودم مشتریشم، ثابت ندارم، ولی یه زنگ به دستی 3 سوت حاضر میشم. خوشیون باشه وسطتون. قدیما انگار نشونش همین جا بود. کت شلوار با این کفشا. بیا ببین چه کفشایی دارم. هر جوری بخوای هست، سیاه، سفید، همه رنگ. جلو بر اومده، کف تخت، نو یا کار کرده. چنده؟ برودی. نه آقا میگیم چنده. یه جوری با هم کنار میای. کفشای ما حرف توش نیست. دوره بر لنگش پیدا نمیشه. میخوای یه جفت قشنگشو برات بیارم؟ راجع به کفش داره حرف میزنه. حالا کفش کفشم نباشه به نظر چیز بدی نباشه. کجا رفتی؟ به هر حال خواستی من تا صبح همین حوالی هستم. آقایون
نمیخواید یه دستی به سر صورتتون بکشین؟ بفرمایید داخل عمارت. یک خواب راحت، بیا مهمان پذیر این عمارت. اتاق کوچک خواب، با عطر و گل رو رخت خواب. آب تازه، آب پاک، گوارا و شیرین، عین هون و غلا نبات. معجون علا، دوای هر درد و بلا، بزن که روشن بشی، از رنج و غم رها بشی. بفرما مجون. پیری آمد و جوانی رفت به پس، صبر کن گاه جوانی رویست. صفای سر و صورت، صفای جسم و جان است، بساط سلمونی من در آن سوی حیات است. چطوره؟ عروس آوردن اینجا؟ میام برای عکس عروسی. چنگه سوتوکو؟ همه قوم و خیشاش یا رفتن یا در گذاشتن. عکس عروسی پدر مادرش هم پدرم گرفت. همینجا، همین فصل. رقص و دینگ، رقص و دینگ، رقص و دینگ و دینگ سازه، رقص و دینگ و دینگ سازه. این عروس ما چه نازه، این عروس ما چه نازه. شازده دومات دل می بازه، در همین باقی که در آش همه بازه. جشن فرخنده بیا، یار ارزنده بیا. آی دومادی، دست و در حنا نهادی، چهره وا کن، غم رها کن، کن رها دنیا به شادی. روی دومادو ببوسید، دست او دست عروس، ای عروس ما زیبا، روی دومادو ببوس. جشن فرخنده بیا، یار ارزنده بیا. نمیخورم این الان برای همکاراتون، اینم چشم روشن برای عروس داماد. فقط به من بگید چه تعطیل میشید که این بسات جمع شه. آخرش دست او دست عروس، ای عروس ما زیبا، روی دامادو ببوس. جشن فرخنده بیا، یار ارزنده بیا. جشن فرخنده بیا، یار ارزنده بیا. رقص و دینگ و دینگ سازه، این هم هدیه عروسیتون. برو جشن فرخنده بیا، یار ارزنده بیا. این چند روزه بهتر یه خورده مراقب فرخنده اعمالمون باش. و اگه قرار بود مراقب باشی بس با چی زدیم بیرون. بزن بزن. خیلی ممنونم از هدیه‌تون، ولی ببخشید شما کی هستین؟ دو تا آدم گذری. سرعت غیر مجاز. برو ماما. این آب، این هم بقیه پولت. این یاد به سر صورتتون بزنین، حالتون جا بیاد، اتوبوس هم میرسه. این که رفت آخریش بود. میگم برسونیمش. یه زن تنها با ما تو ماشین، مردم چی میگن؟ جشن بگیرتمون چی؟
گشت که خودش میدونه پیرمردا حامل مجموعه اعضایان از پا تا سر و دیگر مخلفات کسی کار نمیکنه. ولی مردم فکر میکنن کار میکنه. بنده با همسفری با ایشون اونم این وقت شب به شدت مخالفم. تو داری چی کار میکنی؟ با چی؟ با دستت. دارم جهت وزش بادو میسنجم. خب بالا گرفتم ماشین بگیرم دیگه. اون خودش راحت تر میتونه ماشین بگیره. ماشینام ترجیح میدم اون خودش ماشین بگیره. ببینم حالا اگه اون دختر گل به دسته بود بازم همینو میگفتی؟ ما قرار بود خوش بگذرونیم. قهرمان بازی جزء دستور کارمون نبود. ما به عنوان دو تا مرد پیرمرد مردنی، مردنی فکستنی، حالا هر چی، موظفیم که یه زن تنها رو برسونیم. حالا اگه یه پیرمرد منتظر واسطه بود هیچ زنی میرسونده؟ زنه دیگه بدتر. مگه همین زنها نیستن هی میگن برابری زن و مرد، برابری زن و مرد؟ چی شد؟ این موقع اونا برابرترن؟ آخه اون دو برابره، ندیدی؟ شب جمعه است، تاکسی خالی سخت گیر میاد. میگم چطور یه زنگ بزنیم به آژانس؟ در کارگاهمون رو بستن دیگه. خب چرا تا این ساعت بیرون موندی؟ اصلا زنگ که نباید کار کنه، اونم تا این وقت شب. همینجوریش هم دخلم به خرجم نمیرسه. درست میشه، انشالله درست میشه. سینمایی میکنه واسه من. چیه؟ ماشینا ممکنه یه پیرمرد تنها رو سوار کنن، ولی اونو هیچکی سوار نمیکنه. چرا؟ حامله است. خب حامله است، تو شکمش بچه داره، بمب که نداره. اتفاقا بدتره، بمب یه بار منفجر میشه و تمام. ولی زن حامله چی؟ چی؟ هی اوق میزنه، هی اوق میزنه، تو ماشینه نشسته هی اوق میزنه، بعدش میخواد بره دستشویی، بعدش تشویش داره، میترسه تصادف کنه، بعدش میخواد تو دست انداز نیفتی، میخواد از پیچ خام رد نشی. به خصوص زن حامله میزاد، یهویی میزاد، ناغافل میزاد. بابا بمب ثانیه شمار داره، اطلاع رسانی میکنه 5 ثانیه. ولی زن حامله چی؟ اصلا خبر نمیکنه. اونجا نشسته داره میگه، میخنده، شوخی میکنه، گریه میکنه، بعد یهویی زرتی بی خبر میزاد. واسه همین همون یه راننده هم که احتمالاً میخواست سوارش کنه، وقتی شکم نامبرده رو ببینه سوار نمیکنه، فلنگو میبنده میذاره میره. به نظر من زن حامله از بم خطرناکتره. زن حامله یعنی اینکه باز یکی یه جایی خریدی کرده که حاصلش یک عمر استثماره. اصلا حاملگی سلاحیه که زنان اختراع کردن تا با آن مردان بدبخت و پایبند نگه دارن، تا از آرمانهاشان دور بدارن که به زبانن همچون مستعمره تا ابد با ایشان رفتار کنن. برو بابا. چجوریه که تو از پتو بدت میاد، حالا به هم میخوره؟ منم از زن حامله بدم میاد، حالا به هم میخوره. روشن شد؟ ببین اون حالش خوب نیست. بابا ما که بدتریم، هفته دیگه میمیم. من چی صدادون رو نمیشنویم؟ من دارم بچه میارم. دیدی گفتم زن حامله میزاد، یه هایی میزاد. تو این رو بابده بود، تو هفته دیگه، ولی اگر داره زودترم میشه. تلفن اورژانس چنده؟ نمیدونم، ولی پلیس 110. مگه دوز گرفتیم که پلیس خبر کنه؟ پس زنگ بزن به آتش نشانی، چون من فقط دیگه شماره اونو حفظم. شارژ نداره. بیارش تو ماشین. گفتم گاهی خوشبختی جای دوری نیست، ولی آخه پرده رو کشیده بود. خب پرده که بسته باشه آدم به خیال شب از خونه بیرون نمیره، و
ولی اگه آفتاب از لای پرده نوک بزنه میدوی بیرون و میگی من واسه چی خودم رو زندانی کرده بودم. آفتابان حرفای خیلی آموزنده بود و تاثیرگذار. خدا کنه بازم باشی. دعاتونو بی خودی خرج ما نکنی، نگه داریم برای خودتون و بچه‌تون. بفرمایید زندگیمونو تعریف کنید. نه مرگمونو دارم تعریف میکنم. آقا ما به زودی قراره بمیریم. خدا نکنه. چرا میکنه؟ پول کفن دفن هم آماده است. که میخوایم امشب باش خوش بگذرونیم. که داریم میگذرونیم. من خیلی وقت دلم میخواد خوش بگذره. دلم میخواد سوار سرسره بشم. سوار تاپ. دلم میخواد سوار تاپ بشم. با یه حول محکم که دلم حوری بریزه پایین با هرچی تو خودش تلمبار شدن. خیلی وقت بیتابم. چه خوب که امشب بودی. عشقام دیگه بیخاصیت شدن. هی میرزم بی این که آدم تبک بشه. گریه می کنم ولی دردی دوا نمی بیشه. غم از تار و پود جونم انگار رها نمی بیشه. من و این روزهای سر بدون سنگ سبو. چشم من روخته شده سوی جاده های دور. یعنی هیچکی پیدا نمیشه امشب جای ما شیفت وایسه. این امشب مهمونی گرفتیم. الو، یعنی هیچ کدوم نیستی؟ دفترچه بیمه یه نفر همراه پرداخت صورت حساب داریم. انقدر مطمئنن از اینه کفن دفت 10 برابر از اینه تولده. میگم که اون کیف شماره چیزی نیست؟ هیچ. از تفتیش این کیف فقط یه کلید، یه قبض پرداخت نشده، یه برق به دست اومده. الهی فقط شما مگه میشه بچه ای تو همیشه مریض باشه؟ میگم این شوهره شاید فهمیده زنش تو بیمارستان رفته اونجا سراغش. من و تو تو این جهان تنها کسایی هستیم که میدونیم اون الان تو کدوم بیمارستان خوابیده. کلید تو قفل نمیدن. خب من مجبور شدم از دیوار مردم برم بالا. بیاید پایین لطفا. هر چی میگه کجا. نخیر شما تشریف بیاری. من کارت دارم. کارت دارم. کارت دارم. بیاید پایین خواهش میکنم. چیزیتون بشه من مسئولم. کارت نمیخواد. کلید رو بدیم. این کلید اینجا نیست. ورودی اونه، در اون بالاست. دیدی؟ جدنی هوا سرده ها. سیانوایی چرا میکنی؟ ها؟ سرد نیست که. تازه سرد باشه. خب زمستونه دیگه. زمستون که پاییز نیست که. زمستون. طیف پاییزگیه بارونی میپوشی یه لاپیرن گلبهی تو برگریزون خیلی خوشگل در میاد. میومد. ها؟ ها؟ بازم که این نمیچرخه. نکنه اینم نیست. اجازه بدین. با زور که قفل نمیشه. فقط کلیک میشه. بیا. شما قفل‌ساز بودی؟ ابدا. ولی چند سالی پشت قفلا بودم. نامه مرد عاشق؟ نامه زن تنها با مهر برگشت. من سال هاست که خونه ها آدم ها رو بو میکشم. هر وقت تو گذرم به یکی بر میخورم از خودم میپرسم شب که بر میگرده خونه چه بویی منتظرشه این یارو. بوی غذا، بوی دارو، بوی شیر بچه یا عطر ماهرو، بوی تن، بوی پستو، بوی عشق، بوی گیسو یا چی؟
و با بوی خونه میفهمم توی خونه چی گذشته یا چی میگذره. اینجا خیلی وقتی هیچی نگذشته. قدیما صفحه که خط برمیداشت با یه فشار رد میشد، نوار پاره میشد، با یه چسب دوزاری میچسبوندیم، سالها کار میکرد. حالا سی دی یه خش کوچیک که برمیداره صاحبش سه سوت میزدش دور. چرا؟ چون دو سوت کپیش دستشه. اونی که ننداخته دور یعنی خاطره داره. اونایی که دبیستا موسیقی دارن یعنی اهل حالن، ولی اونی که فقط یه دونه داره تلخه. عشق اینجوریه، سفر خط میندازه، نوار پاره میکنه، سیدی رو خشدار و آدم رو چوریش. ما هم بذاریم چروک بمونه نریم به این نشونی؟ من تمام خیابونای این شهر رو حفظم. این نشونی وجود نداره، هیچ وقتم وجود نداشته. در و همسایه شاید کسی چیزی بدونه. دیر نیست؟ گاهی نه. تو این محله همیشه یه چراغ هست که تا صبح روشن میمونه. باید کاش که مردونه دوز باشه. مردا همیشه عقبه. کلن تو هرچی به زندگی مربوط میشه عقبه. در عوض تو کارهای علکی جلو هست. فوتبال، فضا، روندن تانک، کشف فلان جونور تو جنگلای چین و ماچین. اما همین که بهشون بگی بچه تو شکممه، تمام تنشون رشه میگیره. میترسن. میترسن از اینکه زندگیشون رو وقف یکی دیگه بکنن. کاری که دخترها تا فهمشون میشه میکنن. اول برای پدر و برادرشون، بعد برای شوهرشون، آخرم برای بچه هاشون. اما مردا میرن، زود میرن. چه خوبش مثل شوهر من که اونجوری رفت، چه بعدش مثل این پسره که لاوبالی رفت. چه میدونم، لابد نه که مردا کلن عقبن. وقت میبره تا بفهمن چی به چیه. زنه بچهش تو شکمشه، جون گرفتنشو میفهمه، حس میکنه. اما مرده تا بچه رو ندی بغلش اصلا نمیدونه چی داره. خوب شد که اندازه از همین تنش بود وقتی بهش گفتم حاملم. گیج شد، رفت بیرون تماشای بچه های مردم، میخواست ببینه بچه چه شکلیه. کار من بچه‌م تو شکمم بود، حسش میکردم تمام مدت. این آستیناشو کوتاه کردم، بغلاشم گرفتم. همین گوته تنش بود وقتی من رو برد بیمارستان. نموند. رفت اونجا که اول بار قرار گذاشتیم. یه فالوده فروشی بود روبرو خیاط خونم. جای جفتمون فالوده خورده بود. گریه کرده بود. اینو فالوده فروش بعدن گفت بهم. خوبه که حسابی برازنده است. جاش بچه های ما رو میرسونین دیگه. دست شما درد نکنیم. پاشین. پاشین یک کرای تاکسی به نفعت میشه. پاشو پاشو. پاشو قربونت برم. اول شما رو میرسونین. بعد من میرم بیمارستان یه سر به این دختره بزنم ببینم حال روزش چطوره. بود آفری. خدا رو چه دیدی؟ یه وقتم دیدی یه مرد نصیب این دختر شد که از این دنیا هیچ چی نمیخواد جز یه همدم. برنامه امشب رو با یک ترانه قدیمی ادامه میدیم. مرد شب رو کی فرستاده تو رو، کی به تو گفته به این خونه برو. دیگه دل از همه سرده، میدونم بر نمیگرده. دیگه دل از همه سرده، میدونم بر نمیگرده. میگم ما قرار بود بریم، قرارش مزخرف بود، ولی نمیدونم چرا هی داریم میاییم. رفتیم، چای لیموش بدک نیست.
اون ساختمون میمردیم، این ساختمون هر ساعت داره چند تا بچه به دنیا میاد. که بعضیاشون هیچ وقت محبت پدر رو نمیبینن، مثل بچه من یا بچه اون دختره. میشه گل سر دخترمون بدین؟ اگه نشونش درست بود حتما میرفتم با پس گردنی برش میداشتم میآوردم. راهش برگردوندن رفته نیست، پیدا کردن یه همدم تازه است. آره، یه آدم تنها که دنبال همدم باشه. آخر کاری همین هم مونده که پاشم راه بیافتم برم دنبال یه مرد برش دارم بیارم بذارم کنار یه زن. اونم منه که یه زمان شغلم این بوده که زن و مرد از هم جدا کنم. خب دنیا که همیشه روی پاشنه نمیچرد. مرد عاقل خود زنم نمیخواد، چه برسه به یه زن با یه بچه. من با یه زنی زندگی کردم که دو تا بچه داشت. همسر دوستی که یه روز گرفتار شد و ما دیگه هیچ وقت ندیدیمش. ای بابا، آقای محترم، خب ماشین نداری؟ میگو ماشین نداری؟ چی میگی؟ چی میگی ماشین نداری؟ نگفتم بیا شیفت امشب بپیچونی؟ کجا راب داری آخر شبی؟ دو ساعت بی خود دمه بخش بایستادیم، بریم بیرون یه ماشین پیدا میکنیم. نه بابا، دروازه کجا بودیم وقت شب؟ همشون گذریم. خب اگه باز بود میگیریم. نه بابا الان میرسیم. دیر برسیم دیگه معلوم نیستش خمونو کی میزنه زیر بغلش با خودش میبره. نه بابا نگران نباشی، آژانس پشتی همیشه ماشین داره. الان اون همه جذابیت اونجا، اون وقت ما اینجا. خانوما ماشین میخواستی؟ ها؟ خیلی وقت منتظر. شما بدون شما؟ غریبه نیستم، برادر بیمارتون. باور بفرمایید، من اگه این همه مهمون تو خونه نداشتم امکان نداشت مزاحم شما بشیم. در برابر زحمات شما برای برادرامون که اصلا چیزی نیست. در واقع اگه ما خارج نبودیم زودتر خدمت میرسیدیم برای جبران زحمات. آخه گوگولیا چه زحمتی، بیچاره همش خوابن. چقدرم با نمک ها جنتلمنم. حالا جوونی هاشون رو ندیدین؟ الان دارم داداش کوچیکاشون رو میبینم دیگه، ماشاءالله گوله نمکی. چقدرم های کلاس، وگرنه امکان نداشت ما دو نفر این موقع شب با دو نفر ناشناس همراه بشیم. بله. آره آره احمد، بفرماییم. چقدر قدیمیه. راستش من درست نفهمیدم شما چی میخوان. خب ما تو خارج که زندگی میکنیم جوانای اونجا جورای مختلفی همدم پیدا میکنن، اما اینجا نمیدونیم. خب یه کراشن پارتی هست دیگه مثل امشب ما. همدم نه قرچ و رقاص، همدم شرعی و قانونی، ازدواج کامل، نه یلدر یا ترزنی. آفرین، اصلا این درسته. این مردا نفهم شدن تازگی ها، باید مجبورشون کنیم بیورزا رو. میتونن قرار خوشبخت بشن ها، ولی خاک بر سر ها بازم بی خودی وحشت میکنن در میرن. ببخشیدا، ولی نصف همین دوستای ما تو همین پارتی ها شوهراشونو پیدا کردن. شوهری که با پارتی بازی بیاد تو پارتی بازی بعدی هم میره. یه درستش رو جستجو کنید. جستجوی چی؟ مرد شده جاپارک آقا. خوب باشه قبلا گرفتن. سیانمایی نکنی خانوم. تو این شهر بالاخره یه جای خالی گیر میاد. اونا احتمالا کارت ممنن، ولی تابلوشون کندن. حالا اصلا چنین دختری ماشینشو باید کجا ببره تا با محبوبش آشنا بشه؟ دانشگاه چطوره؟ مخصوصا تو درگیری ها؟ ما این چیزها رو میفهمیم خانوم. آدمی که بخواد دنیا رو درست کنه اصلا به درد شوهری نمیخوره. خب دوستای مشترک چطوره؟ اون اگر کسی رو داشت که ما و همسایش دنبال کاراش نبودیم. پس چیزه به در تو پارک یا تپای اطراف شهر؟ محاله دختری روزای تحصیل هم وامیسته اضافه کاری؟ کاش که یه عکس از این شوهره داشتی. آره اینجوری حداقل سلیقش دستمون میومد. از واقعیت همین خود گندش که هست بسمون. جاش خیال کنی. خب حالا که قرار خیال کنی یه چیز درستش رو خیال کنی. خیال 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 رویای ما پندار ما در این شهر تاریک روشنای دنیای ما.
کجایی پس؟ آقایون اگه لطف نکرده بودن الان هم نمیرسیدید. بله پس مهمونای تازه داریم، بفرمایید. ما مهمون نیستیم. وقتی اینجایید یعنی هستید. آخه منتظرمونن. خانومتون که گناه نکرده این ساعت با سر صدای شما بیدار بشه. آقایون تو هتل تنها هستن. مهمونی ما از هتل شما خیلی بهتره. بفرمایید. با چهار تا جوان آشنا میشید. البته هیچ کدومشون دم به تله نمیدن. آقا ما لباسمون مناسب نیست. اصلا همین که مناسب نیست مناسبه. من ما این ماشینم جاش امنه. امنه. بفرمایید. برزخه اصلا معلوم نیست کی زنه کی مرده. حالا همه شون هم که اینجوری نیستن. هستن؟ من که تو این تاریک روشنی فقط سایه نبیرم. خودشون هم نمیدن چی هستن چی نیستن چی دارن چی ندارن. این یکی درست بود انگار. خدا رو شکر همه چی هم داشت بگم. بابت اینجا اگه جهنم نریم خیلی خوب. اینجا عذابش از جهنم هم بیشتره. انگاری ببرن بهش ولی کورت کنن. برزخ واقعی. بابا جان شماها چرا برعکسی؟ باید صدا رو بیارید پایین نور رو زیاد کنید تا آدم بفهمه چی به چیه کی با کیه. چی؟ هیچی بابا هیچی. بله این روزا زندگی خیلی سخت شده. خدا رو معالجات هم ادامه میدم. خدا رو چه دیدی؟ آب تق دارم بخورم. یعنی تا کی میخوایی مشاهده و معالجه رو ادامه بدی؟ به هر حال هر کس یه جوری به وجود خدا پی میبره. من با مکاشفه زیبایی هم میشه اجالتا معالجه و مشاهده و مکاشفه رو بذاری کنار به کارمون برسی؟ چه کاری آخه؟ بله هر کی بره سراغ تخصصش. بزم با من نظم با تو. میشه به یه رفیق قدیمی کمک کنی؟ کمکی میشه رقص مردگان نزنیم به جاش یه آهنگ بزنیم که صدای سور اسرافی نده. من دخالت میکنم اما آهنگای شما دیگه خیلی تکراری. همش گوپس 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 گوپس. نه ظرافتی نه روحی نه تعریف از زیبارویی. من خواهش میکنم آقایون کنار دوست عزیز من از آخرین متد بیزینس جهان مطلع بشن تا بنده برای مهمونا یه ترانه بخونم از عشق و زندگی. ارکستر امشب به عوض مطربی در قفس یک ترانه بخوانم. هر روز و شبت خنده بلبت این غم به سر آرم. شما تو کار بیزینسی؟ چه بیزنسی؟ منم بیزینس بزرگی دارم. اتفاقا ایشون هم بیزنسمن بزرگی هستن. شما نمیدونین چقدر ماهن ایران زندگی نمی کنن. خواهند جان در بر کشم جهان با هر عشق و هر موسه نهان تا بمانم در این جهان جاودان. با شما شغل شما چیه؟ مثل بقیه در رنگی جواب بایه چیه؟ این فرصت کوتا سفر جانکار ارزش آن ندارد که پر شود از غم ها. آفرین آفرین. اصلا قشنگ معلوم بود که با بقیه فرق داری و اهل کاری. الانم داری استراحت میکنی که فردا صبح قفراق بری سر کارت. خب ولی زن زندگی چی؟ عشق و ازدواج ترجیح میده.
آفرین، عشق خیلی خوبه، اصلا عالیه. ولی خب تای عشق ازدواجه دیگه، مگه نه؟ ازدواج مثل در تخته است، باز به هم بخورن. ولی با عشق بتونی تخته های بیشتری تجربه کنیم. بیا ای همای بخت، بنشین سر شانه ما، برو ای جغد شوم قهر، شادی بیا به سوی ما. عشق و در تخته ها؟ من عاشق دنیای مجازی هم. زن که مجازی نمیشه. میشه آدم حواره که نمیتونه با خودش ببره گردش. به یک عکس بر اینستا عشق میبازم و به یک لبخند بر فیس او کش میکنم بر اونجا تا ابد. ببین من ایست و فیست و بوک و بلکبورد نمیفهمم. بالاخره زنه رو میگیری یا نه؟ این روزا کسی نمیگیره، عد میکنه به فرنز لیستش. آنگاه چون بلبل میخوانم بر شاخ گل، پای خورشید و مه وا میکنم به چه چه. به 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 به. خیلی زحمتت شد. آره مخصوصاً که باید با سلیقه جوانان امروزی هماهنگ می‌شدم که بتونم مخاطب زمانه رو حفظ کنم تا تو با تمرکز به کارت برسی. خب چی شد؟ چیزی پیدا کردی؟ من دوز دست اینا نمیدم، چه برسه دختر مردم. بچه مامورم مامورم به سرم به بابام چی بگم؟ داداشم سرم رو میبوره، کیفم کنم ترسید. من درستش میکنم، درستش میکنم. بزه بزنن مثلا خوابی طول میکشه تا بیدار شیم. ظاهرا یه چیزایی با یه پخ درست میشه. قفل و زنجیر نمیخوام. همه مهمونا تخلیه شدن و لطفاً دیگه این جور جاها نرید، برای من مسئولیت داره. چشم چشم، ولی من کارت دارم. کارت دارم؟ کارت دارم. امشب واقعاً در حقم پدری کردیم. اگه پدرم میفهمید تو نبودش مهمونی گرفتم جا در جا سکته میکرد. اینا رو برش گرفتم وقتی از سفر برگشت. یادگاری. خانم پرستار من و زنم همینجوری ازدواج کرده بودیم از رو عادت. خیلی چموش بود. وقتی حامله شد بی این که به من بگه گذاشت رفت. تو این 25 سال من هیچ وقت دلم برای خودش تنگ نشد. خب عاشق هم نبودیم، ولی همون زن هر وقت این سرمه رو میکشید به چشمش یه جایی تایی دلم تکون میخورد. فردا فقط اینو بکش به چشمت، شاید یکی یه جایی یک گوشه دلش تکون خورد. زلزله کردنش دیگه با خودت. با این مهارت مردنی نبودی عاشقت شده بود. بیا کوچکه مال تو، بزرگه مال من. الان دنبال عشق برای من نیستین، دختر چشم انتظاره. دست خالی بری؟ اصلا اومدن اونجا اشتباه بود. آدم تنها مهمونی نمیره، آدم تنها مهمونی خودش. قدیما یکیو میشناختم که همدم همیشگی آدم های تنها بود. تا
تا دیر وقت. کات، این ماشین چی بود رد شد؟ اون جایی که من میشناختم این شکلی نبود. آرتیستش همدم بود، نه باعث غم. آدم های تنها رو شاد میکرد، نه افسرده، نه مرده. دیر اومدی پیرمرد، خیلی وقت اسبا باشه برده. خبری ازش داری؟ اینجا نیست، ولی هست. نشونشو داری؟ زیاد دور نیست، گرچه خیلی خسته است. وفادار نبود، دست تقدیر جفا کرد با من و یار وفادار، دست تقدیر جفا کرد با من و یار وفادار. بس زن و بچه سر همه. آره بهتره که مرده یه مرحله جلوه. یک کمی جلف بگم اونم قدیم بود میدونستم چجوری به حرفش بیارم. من به حرفش میارم. چیکار میخوای بکنی؟ از جذابیت مردانه استفاده میکنم. سرکار بیا ببینم. خبار مدارک تو بده ببینم. اگه تو کانال فاضلم هم کار پیدا میشه. خیلی بیشتر هستنی که این بالا پیدا میشه. حتما بطمئن میشه. معلوم. خیال 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 رویای ما. میشناسی؟ آشناس. آخرین کارشه که هیچ وقت نیمد بازار. در این شهر تاریک روشنایی دنیای ما. یه زمانی باز خودش بروبیایی داشت اینجا، از لای پرده ها نگاش میکرد. دیگه کسی اینا گوش نمیده، مگه عشقی های قدیمی مثل شما که معلومه خیلی با عشق در از این حرفایی. اینا از قهقهات فهمیدم که هنوز راستکیه، از رخ و رخسارت که هنوز جوونه. انگار نه انگار این همه سال. رخ و رخسار که بر هزار ترفند و بهونه و رنگ و بتونه میمونه، تو چی که بیرونه. بلکن پدر جان این حرفای قدیمی رو، کارتو بگو. بله آماده. خوشحالم که جذابیت مردونت حضور جواب داد. ببخشید، ما در واقع میدونم که سوال ما یک کمی عجیب بود. در حقیقت ما دنبال یک کسی میگردیم که چجوری بگم، بذارید اینجوری مسئله رو مطرح کنیم. شما امشب اینجا کسی رو ندیدید؟ من از سر شب تا حالا کلی آدم دیدم. آره، نه، من منظورم یک آدم تنهاست. کمی غمگین شاید. همه کسایی که اینجا این وقت شب از من سیگار می‌خرن تنها. بیشترشون هم غمگین. آره، نه، غمگین‌تر از بقیه. پلیسی؟ دو تا آدم معمولی که دنبال یک مرد می‌گرده که بخواد زندگی کنه و ندونه چیکار کنه. برای همین هی واسه تیتر روزنامه‌ها رو بخونه. بعدش هم فقط بره. والا همه مردایی که من تو زندگیم دیدم اومدن وایسادن جلو رو اون تیتر روزنامه رو خوندن و رفتن. حتی یه ورق هم نزدن، شاید یه مطلب خوبم اون ور صفحه باشه. سرده. سرده.
زد و بر بود. صدای سگ گربه بود. گربه که نمیوفته، سگارا هم انقدر شهرداری کشته که جرئت ندارن خودشون صدا دارن هم شبا. پس حتما دوست بوده، اومده فرار کنه، پاش گیر کرده افتاده. نه، این پسر جنوبی است، حتما داره بار جا به جا میکنه اعصابش آروم شه. سر شبی اومد یه سیگار ازم گرفت، برعکس همیشه که از زمین و زمان میگفت وایستاد اینجا بی حرف کشید. خب من مرد زیاد تو زندگیم دیدم، از وجناتش فهمیدم یه چیزیش میشه. یه کاره پرسید زنم قد مرد درد میکشه یا مرد هم قد زن، یه همچی چیزی نفهمیدم. گفتم درد درده دیگه، زن و مرد نداره. بغض کرد اومد پریشالم و بوسید رفت. نمیدونم والا، این روزا آدم از این چیزا زیاد میبینه. به شما نگفت کجا میره؟ جاییو نداره بره، روزا واسه این الکتریکی ها بار میبره، شبم تو خرابه های این تئاتر میخوابه. اگه سابقه دار نباشه به دردمون میخوره. اولش خیالیم نبود، گفتم حتما عاشق شده، مثل بقیه مردای خورده گریه میکنه یادش میره. ای همچین کوفتی چه میدونم، ولی نمیدونم چرا شب که شد دلم شور افتاد واسش. در شب تاریکه آدم فکری میشه، هزار جور فکر و خیال میزنه به سرش. اولش خواستم برم یه سر بهش بزنم، بعد دیدم این وقت شب با مردی که ار میزنه اونم تو خرابه همچی صلاح نیست، مخصوصا اگه یکی از این بازار جماعت بفهمن دیگه ولکن نیستن. اونا هم حالا میخوام باهات بیان تو خرابه. حالا تو هر چی بگی بابا، این بیچاره داشته ار میزده نصف شبی. میگن خب خیالی نیست، منم واسه در ار میکنم. اون وقت جدنی میشینه واسه در ار میکنم. تو گویی خود خر جدن در جد. هی این مردای خراب، وقتی میخوان خرت کنن خودشونو به هر خریتی میزنن. اما همچین که سوارت شن سگ میشن پاچه میگیرن. هیچی دیگه، همه این فکرها رو کردم سرجم با خودم، گفتم ولش کن جونی، بشین همینجا سیگارتو بفروش. چطوره به جای ایشون ما رو بیفتیم بریم خرابه؟ ورودیش از اون بره تو خیابون. آقایونا، از این پسر خبری گرفتیم به ما هم بگی. درزه دمت گرم قدیمی. زن غریبه هدیه دادی؟ جذابیت مردانه یعنی همین، هدیه بدی هدیه هم بگیری. امید امید که یاد ما شادش کند، غم از دلش آزاد کند، مه پیکر دیروز بر مهرتش افروز، حتی به روز پیری خواهی گیری دلم را به اسیری. چرا در رو با نکرد؟ خب حق داره، میترسه نکنه دزد باشه، میترسه چاقو بذاریم زیر گردنش. چاقو اصلا همون کجا بود آخه ما با این ریخت و قیافه اومد؟ همین که قیافه همون معمولیه مشکوکه. قاتل ها که با قیافه وحشتناک آدم نمی کشن که، با قیافه معمولی آدم می کشن. این که وا بود که وا کردم. کنار بساط همدم قدیمی هوا گرمتر بود. البته برای شما که به آتیشش نزدیکتر بودی بله. آیا اگه گرفتار نبودم همین صبح میگرفتمش. مبارکه. اون وقت هفته دیگه جواب حوریه بهشتی رو چی میدی؟ نفست بالا بیاد. ترک کردم. من هیچ وقت سیگاری نبودم. آره سیگار خوب نیست، سیگار نفس آدمو کم میکنه، آدم نفس کم میاره. پس خوب شد ما به موقع رسیدیم. اتفاقا دیر رسیدیم، دفعه اول سقف تاب نیورد،
تیرک شکست اومدم پایین. خوب شد نرفتی سراغ قرص و این چیزا. قرصا شینیش اومده. نمیبینی که هیچ. فرداش چنان سردردی میگیری که نگو نپرس. من حتی لیاقت مردنم ندارم. هاشو به جای گریه کردن به این فکر کن که تو همین لحظه چقدر آدم هستن که تیرک سقفشون در نرفته و بعضی تو خوشبخت نیستن. من بدبختم. همه همینو میگن جنوبی. تو همچین حرف گنده ای نمیزنی. شما کی هستین؟ من از کجا میشناسین؟ نکی رو منکریم، اومدیم سوال جواب. کی هستیم؟ من نمیخوام ببینم. ما هم نمیخوایم تو ببینی. اصلا مرگ چیه؟ تو تازه باید زندگی جدیده که شروع کنی. آدم زیاده زندگی جدید بخواد. خیلی هستن امشب تیرک سقفشون در نمیره. اتفاقا ما به شما علاقه مندیم که تیرک در رفته. ما این همه نجاتت ندادیم که واسه خودت بذاری بری. بلم کنی کمک. ای من هیچی نمیگم. دیدی آدم های تنها و موقع غذا خوردن به یه نقطه خیره میشن که مثلا دارن فکر میکنن؟ منم هم همینجوری نشسته بودم خسته و غریب توی قهوه خونه لب مرز که قاچاقچی بیاد ببرتم پیش زن و بچه، یا اگه نشد دیگه تموم کنم همه چیو، چون دیگه نمیتونستم بخونم. تو همین فکرها بیمنظور سرم آوردم بالا، یه دختر کوچولو دیدم با باباش میز روبرویی، یک موهای رو پیشونی با دو تا دم خرگوشی. یاد دختر افتادم، یاد اون شبی افتادم که با چند تا نوازنده گرفتار شدیم. خیلی هم طول کشید تا تونستیم در بریم. با بدبختی نصف شب خودم رسوندم خونه، دیدم دو تا دخترها بیدار نشستن جلوی در، پریدن بغلم، با اون دستای کوچیکشون محکم فشارم دادن، بعد دستاشون رو انداختن نگام کردن. نه حرفی نه عشقی، فقط نگاه طولانی. یهو متوجه شدم همونطوری خیره شدم به اون دختر بچه. غریب این که اون دخترک هم همون جوری زل زده بود تو چشمم. پاشدم اومدم بیرون یه آبی بزنم به سر و صورتم. دلم کوچیک شده بود مثل گنجیش میزن. یهو چشم افتاد، دیدم جلوی پام خیره به هم. نشستم جلوش، یواش گفت میشه بغلم کنی؟ خدایا درست شنیدم غلط شنیدم؟ دوباره گفت میشه بغلم کنی؟ شروع بود. پیشونیشو بوسیدم، گفت نه فقط بغلم کنید. همینطور یه چند لحظه موندیم، بعدش هم ولکرد رفت. با باباش پاشدن برن، ارکوت باباش از رو شونش افتاد، دیدم دوتا دستشم از بازو قطع. بابای نشست، همقد دخترک شد، دختر بچه و برکوت نظامی باباشو انداخ رو شونش. بابای پیشونیشو بوسید، دخترم صورتشو. بعدم با هم رفتن. خب بعضیا حتی اگه بی دستن خوشبختن، چون دخترشون دو تا دم خرگوشی داره. خب
جایگاه خوشبختی خیلی هم جای دوری نیست. سردمه. تاعت خرابه انبار لباس هست دیگه نیست؟ اصلا مگه ما مردیم که یه جوون اینطور غمگین باشه؟ یعنی هنوز نمردی؟ اصلا میدونی چقدر زن و دختر هستن که آرزوی جوونی مثل تو رو دارن؟ چقدر زنهای تنها و سرگردون؟ با یه بچه تو بغل، حالا یا به دستش، دنبال مردی هم که سرشونو بذارن روشونش. من خودم زنی رو دیدم تو گویی آویزون شده از لبه پرتگاه، با یه دستش خودش و بچهش رو نگه داشته بود نیفته، یه دستش هم به امید کمی عشق دراز کرده بود. زنه که نمیتونست ست دست داشته باشه. نه مثل عرض میکنم که بتونه خوب اوضاع رو مجسم کنه. منظور اینه که همونطور که زن تک و تنها زیاده، مرد تک تنها هم زیاده، که اگه آدم باشن میتونن مثل آدم کنار هم زندگی کنن، ازدواج کنن، حالا تا آخر یار هم باشن. پاشو بگو اونجوری نه، اول گرمابه. رو یه نفر فرستاده، یه زن خیلی قشنگ با چشمای اصلا منقلب کننده. آره چشماش اصلا خیلی، ولی دماغش کوچولوه. فابریکا نبا عمل و این چیزا. نه من البته به اینش دقت نکردم، اما مهم جاشه که در بهترین نقطه ممکن قرار گرفته، بین چشمای منقلب کننده و دهن خوش ترکیبش. متاسفانه تو اون شرایط چیز خنده‌داری نبود که ما لبخند محترمشو ببینیم، ولی ما مطمئنیم وقتی میخنده دیگه اصلا از اون مهمتر گیسوی کمند مشکی ریخته دو طرف روشونه ها، این دختر شاه فریاد. البته چون حجابش کامل بود ما درست ندیدیم، ولی همون چند لاخ مویی که از سرش زده بود بیرون همینی بود که شو گفتن. اون در مورد یه مرد با ما حرف زد، مردی که اگه بیاد همه چیز از نو شروع میشه، یه زندگی تازه، یه خوشبختی سه نفره. نگفت اونی که میاد و خیلی دوستش داره؟ حالا اگرم به زبون نیاورد تو نگاهش این بود. البته مطمئنن اول که شما رو ببینه اول قرمز میشه، بعدم خودشو میزنه به نشنیدن، بعد به خجالت، بعدم یه کمی ناز، آخرشم میگه من باید غذای بچم بدم، این اولین غذای زندگیشه. در نتیجه شما برید، ولی اگه بخواین میتونین تو کافه بیمارستان منتظر باشین. البته قهوهاش مزخرفه، اما چای لیموش بد نیست. درست این قصه هاست نیست؟ قصه ها همیشه یه جا خاک روشونه و آدم بیخبره. خوب و خوش چای میخوری، بار خالی میکنی، که یهو پوف از تو گور میاد بیرون. اول گنده‌هاش، بعد خورده ریزاش. از تن زیر آوار ننه و آقات و لباس گلگلی شده برادر و خواهرات، تا تنهایی و بی کسی روزا و شبات. روزا تنها میونه شلوغی مردم و چراغای رقصون،
شب و بیکس تو گرد و خاک صحنه خالی ویلون. اینه که یهو یه روز یه چرخی میزنی، همه دوروبرتو نگاه میکنی، یه سیگار میکشی و منتظر میشی تا شب. همیشه وقتی بغضم میگیره دلم میخواد خدا از آسمون بیاد زمین، اشکامو پاک کنه، دستمو بگیره و بگه اینجا آدم ها اذیتت میکنن، بیا بریم. اونقدر نگفت تا خودم دیشب راهی شدم. اما حالا پام رو زمینه، تمیزم و دارم میرم دیدار یه زن محشر. جان من، شما فرشته نیستی؟ شماها رو خدا نفرستاده؟ شما درست میگی، ولی داری برعکس میگی. در واقع این ما هستیم، داریم فرستاده میشیم پیش خدا. بنابراین خیلی وقت نداریم، باید قبل از اینکه بفهمی چی به چیه دستو بذاریم تو دست عروس و بچهش. برای اینکه مرد اگه فرصت فکر کردن پیدا کنه این دو خبط بزرگ زندگی رو نمی کنه. آه، گمونم کلن مشکل تیرک هاست که فرسوده است. همه ساعتی گل چیده بودم الا این ساعت. ده کجا پیدا کردن داماد به این خوبی؟ ای بابا، تمام شهر رو زیر پا گذاشتی. تو پارتی ها، خیابونی ها، با کلی آدم جور با جور سر کله زدی. با کلی آدم خاص دایشون رو پیدا کردی. نه ترس، همیشه همینطوره. حساب زن و بچه که باشه آدم هم خوشحال میشه، هم دست و دلش میلرزه. قشنگه، بچه کوچیک قشنگه. مادرمه. مادر بزرگ شما وقتی بیخواب میشه میاد اینجا تماشا. امشب هم که زنگ شما بیدارش کرد و بیخواب. بشین. چی میخوای به دختره بگی؟ بنداز اون سیگارو. زن و عاشق اینن که درباره بچه هاشون صحبت کنن. خب پس میپرسن بچه خوبیه؟ تازه به دنیا اومده، از کجا بدونه که بچه خوبیه یا بدیه؟ نباید تون بری. مثلا در مورد پاهای بچه بگی که چقدر قشنگه، یا بگی اینقدر خوشگل و سرحال که انگار من انگار تازه وضع هم کردی. پس میگم پاهای بچه برای زنی که تازه زایمان کرده خیلی قشنگه، کوچولوه. شما هم خیلی خوشگلی. اگرم هول شدی یه لالایی واسه بچهش بخون. لالایی؟ من که لالایی بلد نیستم. من بلدم. یه چیزی مادرم همیشه میخوند برای من. لالایی لالایی لای لالایی، لالایی لالایی لای لالایی، لالایی لالایی لای لالایی، لالایی لالایی لای لالایی. به خواب کودکم در گهواره، بابا رفته مادر بیداره. لالایی لالایی لالایی، لالایی 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 لالایی. از سر شب من خوندم، آخر شب تو. یه عمر خندیدم، نخوندم، نشنیدم، اون وقت شب آخر. آره، چون شب آخره یا آخر شب همه چی مجازه. ارکستر شادی تنها چیزیه که وقتی تقسیمش میکنی کم نمیشه، زیاد میشه. پاشی.
اگه زنم امشب اینجا بود هیچ وقت نمیرفت. شبانگاهی از خدمت مرخص میشم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. شانس آوردی که پارک محمود تو حوزه وظایف من نیست و اینا جریمه میشدی. والا بلا من دیشب این ماشین رو گذاشتم تو پارکینگ جلو تعمیرگاه، بچه های تعمیرگاه هم تعمیرش کردن. چرا خسته بوده حالیش نشد اینجا پارک کرده، شما ببخشینش. آمپر بنزینشی که پوله این پولا، این پولا چیه؟ آراتی پولا رو بده من، جای بچه تو داشته من به دانشگاه. من اصلا میگم یه زنگ بزنیم سرده اطلاع بدیم نکنیم پولای تومه ای چیزی باشه بعدش این قاچاقچی ها بگیرنمون. چرت و پرت میگی تو؟ من دیشب شاهد بودم، داشتم بوتیکو میبستم این ماشین اینجا نبود. اول صبحی هم دو نفر اومدن ازم پالتو خریدن، در شده اول صبح ما رو درست کردن. اومدم بیرون مغازه دیدم اینجاست. شب انگار شب یلدا بود، چقدر طول کشید. قد یه عمر. میترسی؟ بهش فکر نمی کنم، اگرم بیاد سراغم زود به یه چیز دیگه ای فکر بکنم. به چی؟ مثلا آلبالو. دیدی آدم وقتی آلبالو میخوره همچی صورتش جمع میشه، انگار داری زجر میکشی ها ولی بازم دوست داری بخوری و میخوری. زندگی واسه من مثل آلبالو میمونه، همینقدر کوچیک، همینقدر دلخوشونک. مثل همین دیشب که تو خیابونا آواز خوندم بعد از سالها، آوازایی که سالها بود توی دلم مونده بود، تو خیابونایی که دوست داشتم و خاطره قدم زدم و بلند توشون آواز خوندم. خوش به حالت. ولی من همیشه دنبال یه چیز دیگه بودم که نبود، دست کم پیش چشمم نبود. این همه چرخید ما نبود. من دیگه خسته شدم، خوابم بیاد. ببخشید اگه ممکنه یه لحظه اون طرف نرید، دارم فیلم میگیرم. ببخشید دختر خانم، شما اینجا دارین چی کار میکنین؟ داریم فیلم میسازیم. اون وقت شما کارتون چیه تو این فیلم؟ من بازی میکنم. این خاله روی گونه مال خودتونه یا براتون درست کردن؟ نه مال خودمه، مادرزادیه. شما چند سالتونه؟ 25 سال. از یه خانم که هیچ وقت نباید سنشو بپرسیم. ماهشو چی؟ اون اب نداره. وسطای فروردین؟ اوایلش، یه خورده بعد سال تحویل. آخه من یه هفته زود به دنیا اومدم. اسمش چیه؟ نمیدونم، من هیچ وقت ندیدمش. اسم مادرش؟ نه امتحانش که ضرری نداره. مسخره است. خیال برای جوان ها ممکنه خوب باشه ولی برای من ده سال تموم زهرا جلوی مهد کودک ها و کودکستان ها و دبستان ها با مستدام تماشا.
دنبال یه خال روی گونه شبیه مادرش، یا یه خنده آشنا، خنده که حتی خیالش میتونست منو هزار سال پابند کنه. یه دفعه گرفتنم چون فکر میکردن بچه دزدم. بعد که کارتمو نشون میدادم دست باچه میشدن بلم میکردن. حالا یه هایی خیال کنم این دختره بعد هفته دیگه بمیرم. چرا که نه، زندگی حتی تو همین یه ذره که ازش مونده. ببخشید دختر خانم، این سوال ازتون میپرسم، اسم کوچیک مادرتون چیه؟ چرا این سوالو میپرسین؟ خب چرا یه پیرمرد باید از یه دختر جوون اسم کوچیک مادرشو بپرسه؟ خب آرزو، آرزو باشو بیا نوبت تو. چیزی که یه حساب اضافه میگفته فرصت بدین آدم دو تا از روش بخونه. به خدا منم نمیدونستم یه دفعه امروز اضافه کردن. فقط یاد باشه اصلا حواست به من نیستا، هر کی دیگه با تو الان ده بار صحنه‌اشو باش چک کرده بودی. آرزو کجا میری؟ میرم گل سرمو بذارم تو کیفم. دوستش داری؟ خوبه، خوبه اگه دوستش داری. ما از قوم و خویش های این خانم بازیگر هستیم، میتونیم وقتی دارن بازی میکنن ما هم تماشا کنیم؟ بله آقا حتما تشریف بیارید، اتفاقا بچه ها اونجا هستن بهتون چایی هم میدن. اصلا نمیخوام چون شاعران است دکلمه بار خونده بشه. راحت اما تصویر آماده؟ داد نزن، از دیشب تا حالا بچه ها جونشون در اومده. این آخری هایی گیریم، همه یه چند روزی با خیال راحت بریم بخوابیم. صدا، دوربین، حرکت. سرانجام آرام خواهیم گرفت، آرام خواهیم گرفت، صدای فرشتگان را خواهیم شنید، فلاکت زمین را نظاره خواهیم کرد، تمامی رنج‌های ما در رحمتی که سراسر هستی را در بر خواهد گرفت محو خواهد شد و زندگی شیرین خواهد شد، نرم، مهربان، مانند یک نوازش. یقین دارم، یقین دارم در زندگی طعم شادی را نچشیده ای، اما کمی صبر کن، صبر کن. ما آرام خواهیم گرفت، آرام خواهیم گرفت، ما آرام خواهیم گرفت.